فصل ششم یک مکان مقدس تازه زیرا شما هیکل خدای حی می باشید که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت دوم قرنتیان شش شانزده در عهد قدیم حضور پرجلال خدا نخست در خیمه ساکن شد سپس در هیکل سلیمان حال خدا آماده می شود تا وارد جایی گردد که همیشه تمایل داشت در آنجا ساکن شود. هیکلی که ساخته شده از سنگ نیست بلکه این هیکل در قلوب پسران و دخترانش یافت می شود. قومی مستعد برای خدا مهیا سازید. باز می بینیم که اول باید نظم الهی برقرار گردد. این بار تاکید بر نظم سوری نیست بلکه هدف نظم درونی است آنجا مکان مخفی قلب خواهد بود جایی که جلال خداوند در آینده باید آشکار گردد این فرایند منظم و تبدیل کننده با خدمت یحیای تعمید دهنده آغاز گشت اشتباه است که به یحیا به عنوان نبی اعتناق بنگریم برای اینکه کتاب مقدس خدمت او را به عنوان آغازگر انجیل عیسی مسیح توصیف می کند. موعظه او در آغاز هر چهار انجیل یافت می شود. ایسا یک بار دیگر این موضوع را با این بیان مورد تاکید قرار می دهد. مقررات و انبیا تا به یحیا بود. لوقا 16 16 توجه کنید که او نگفت تورات و انبیا تا من بود. تولد یحیا توسط یک فرشته به پدرش اعلام شد. نیروی خدمتی او توسط این سخنان اضافه گشت و بسیاری بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای ایشان خواهند برگردانید تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد. لغا یک شانزده تا هفده توجه کنید که او آمده بود تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد. درست همانطور که خدا هنرمندان و سنتگران را در زمان موسا مز کرده بود تا خیمه را بسازند همچنین یحیی را مز کرد تا هیکلی را آماده سازد که با دست ساخته نشود او توسط روح خدا شروع به فرایند آماده سازی هیکل جدید نمود اشعیا در مورد یحیی نبوت کرد صدای ندا ای در بیابان راه خداوند را مهیا سازید هر درهی برافراشته و هر کوه و تلی پس خواهد شد و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید و جلال خدا مکشوف گشته اشعیا چهل سه تا پنج این کوه و تپه ها موانع طبیعی یا دشهای ساخته ساخت دست انسان نیست بلکه افکار و قلب و روش انسان است که در تضاد با خدا قرار دارد غرور برافراشته و رفی انسان ها باید پس می شود. با بیحرمتی و غرور انسان باید مقابله میشد و در تدارک برای مکاشفه جلال خداوند باید خراب میگشت. گشت. ابری برای کجی در آیه بالا اکوپ است که در لغتنامه این گونه تعریف می شود تقلبی، فریبکارانه، آلوده یا کج. آسان میتوان دریافت که منظور از کجی فقدان راستی فیزیکی نیست ترجمه درستر این واژه یعنی اکوب فریبکاری است یهوا نزد کسانی فرستاده نشد که نام خداوند را نمی‌شناختند او نزد کسانی فرستاده شد که با یهوه در پیمان بودند اسرائیل مذهبی گشته بود در واقع خدا اسرائیلیان را گوسفندان گم شده دید هزاران نفری که وفادارانه در جلسات کنیسه شرکت می کردند ولی نسبت به موقعیت حقیقی قلبهای خود ناآگاه باقی مانده بودند. آنها فریب خورده و تعلیم گرفته بودند که پرستش و عبادتشان مورد قبول خداست. یحیی این فریب را فاش کرد و لفافه چنین فریبی را درید او این بنیاد متزلزل را که آنها خود را به عنوان ذریت ابراهیم توجیه می کردن تکان داد. او اشتباه تعلیمی بزرگان آنها را زیر نور آورد و دعاهای قالبی آنها را که توهی از اشتیاق و قدرت بود بر ملا نمود. او بیهودگی دهیکای آنها را نشان داد در حالی که فقرا را نادیده گرفته و حتی غارت می کردند. او خلع عادات مذهبی بدون حیات آنها را خاطر نشان کرد و به وضوح آشکار نمود که قلبهای سخت آنها دور از خداست. <applause> یحیی آمد تا تعمید جهت توبه را موعظه کند. واژه یونانی برای تعمید باپتیسما است و قوت خوردن تعریف می شود. طبق تعریف لغتنامه قوت خوردن یعنی فرو رفتن بالا و پایین رفتن. بدین ترتیب پیغام یحیا توبه ناقص نبود. بلکه توبه اساسی و تغییر کامل دل بود. مواجهه جسورانه یحیی اطمینان کاذب اسرائیلی ها را که ریشه مستحکم در فریب داشت، ویران نمود. پیغام او دعوتی برای انسان بود تا قلب نزد خدا برگردد. اظهارات الهی او قلبهایی که او را میپذیرفتند هموار میکرد های رفی غرور و تپه های متکبر مذهب را مسطح میساخت و مردم را آماده میکرد تا خدمت عیسی را بپذیرند استاد سازنده وقتی کار یحیی کامل شد عیسی آمد تا هیکل را بر زمین فروتنی آماده سازد تا فرایند ساختن تکمیل شود عیسی بنیاد را نهاد و ساخت کلام میگوید زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آنکه نهاده شده یعنی عیسی مسیح اول قرنتیان 3:11 مجددا تکرار میکنم که کلام خدا نظم الهی را آورد اما این بار کلام او به صورت کلام خدای مجسم آشکار گشت عیسی استاد سازنده است نه فقط توسط تعلیماتش بلکه در زندگی که داشت به هر طریق او به بشریت روش مقبول خداوند را نشان میداد کسانی که خدمت یحیی را پذیرفتند آماده بودند تا کار استاد سازنده خود را نیز دریافت کنند برعکس کسانی که یحیی را رد کردند برای دریافت کلام عیسی آماده نبودند چرا که زمین قلبشان ناصاف و متزلزل بود هیچ بنیادی نهاده نشد آنها زمین های بودند که ناتوان از تحمل و زیر بنا شدن برای یک مکان مقدس بودند ایسا به غرور مذهبی می که در مقابل او مقاومت می برزید. که یحیا از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ایمان نیاوردید اما باجگیران و فاهشه ها بدو ایمان آوردند و شما چون دیدید آخر هم پشیمان نشدید تا بدو ایمان آورید متا 21 32 گناهکارانی که آن روز پیغام یحیی را دریافت می‌کردند تمایل داشتند که دلهایشان را به روی عیسی باز کنند سپس همه باجگیران و گناهکاران به نزدش می آمدن تا کلام او را بشنوند لغا پانزده یک آنها در مذهب خود آرامش نداشتند و میدانستند که به یک نجات دهنده نیاز دارند گام نهایی آمادگی وقتی ایسا تمام آنچه را که پدرش مقرر کرده بود تا در خدمت زمینیش انجام دهد تحقق بخشید توسط قیافا بر روی صلیب فرستاده شد که با عملکرد کاهن اعظم به عنوان بره قربانی ذبح شود این گام نهایی و حیاتی ترین مرحله در آمادگی هیکل قلب انسان بود قربانی سا طبیعت گناه را ریشه کن کرد که از زمان سقوط آدم انسان را از حضور خدا جدا کرده بود ما دیدیم هدیه بره قربانی نشانه برافراشتن خیمه و وقف هیکل بود. وقتی خیمه برافراشته شد، هارون به عنوان کاهن اعظم هدایا را به خداوند تقدیم می کرد. یکی از هدایا برای بیعیب بود. وقتی این کار انجام شد، موسا و هارون به خیمه اجتماع داخل شدند و بیرون آمده قوم را برکت دادند و جلال خداوند بر جمیع قوم ظاهر شد. لاویان نه سه، این عمل اندکی پس از اینکه ناداب و ابیهو داوری شدند و به جهت مرگ زده شدند صورت گرفت قربانی برای خدا نشانه وقف هیکل سلیمان بود. در کلام می‌خوانیم و پادشاه و تمامی قربانی ها در حضور خداوند گذرانیدند و سلیمان پادشاه بیست و دو هزار گاب و صد و بیست هزار گوسفند برای قربانی گذرانید. و پادشاه و تمامی قوم خانه خداوند را متبرک نمودند. دوم تواریخ هفت چهار تا پنج در همین روز بود که جلال خداوند در هیکل آشکار شد. نویسنده ابرانیان قربانی مسیح را با هدایای خیمه و هیکل توسط این صحبت مقایسه می کند. و نه به خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت ابرانیان 9 12 ایسا بره خدا بر صلیب آویخته و هر قطر از خون بیگناه او برای ما ریخته شد. وقتی این کار انجام شد، پرده هیکل از بالا به پایین دوپاره شد. جلال خدا دیگر هرگز در ساختمانی ساخته شده با دست آشکار نمی گردد. اکنون جلال او در هیکلی که او همیشه آرزو داشت آنجا ساکن شود آشکار می شود در دل و هدف یکی حال آنچه را که پس از رستاخیز ایسا اتفاق افتاد بخوانید و چون روز پنتیکاس رسید به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پرساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش به دیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. اما دو یک تا سه. بار دیگر جلال خداوند آشکار می گردد. توجه کنید. آنها به یک دل در یک جا بودند. یعنی نظم الهی. چگونه 120 نفر را یک دل می جواب ساده آنها همه برای خود مرده بودند. هیچ مورد بحثی نداشتند. تمام آنچه که اهمیت داشتیم بود که آنها از کلام عیسی اطاعت کرده بودند. ما میدانیم که عیسی در طول سه سال و نیم خدمت خود به ده ها هزار نفر خدمت کرد. عده زیادی او را متابعت کردند. پس از مصلوب شدن و رستاخیزش به بیش از 500 نفر از پیروانش ظاهر شد. اما در روز پنتیکاست هنگامی که روح خدا ریخت ما فقط 120 نفر را در خانه میابیم. جالب توجه است که تعداد افسایش نیافت بلکه کاهش یافت. پس از مصلوب شدن این هزاران نفر کجا بودند؟ چرا او فقط به 500 نفر ظاهر شد؟ چرا فقط جلال خدا برای 120 نفر آشکار شد؟ ایسا پس از رستاخیزش به آنها گفت که از اورشلیم جدا نشوند بلکه منتظر وعده پدر بمانند. من ایمان دارم که ابتدا هر پانصد نفر منتظر وعده ماندند. اما با گذشت ایام اندازه گروه به تدریج کاهش یافت. ادهی شاید با بیستبری تصمیم گرفتند. ما باید به زندگی خود برسیم. او رفته است. ادهی شاید آنجا را ترک کردند تا در کنیسه های خود خدا را به روش سنتی پرستش کنند. هم شاید عدهای سخنان عیسی را نقد قول کرده گفتند ما باید به کل دنیا برویم و انجیل را موعظه کنیم ما ترجیح می دهیم الان اینجا را ترک کنیم و این کار را انجام دهیم من ایمان دارم که خدا منتظر ماند تا کسانی که باقی مانده اند درون خود مسئله را حل و فصل نمایند و بگویند اگر ما بپوسیم از اینجا حرکت نمی کنیم برای اینکه استاد گفت منتظر بمانیم فقط کسانی که کاملا تسلیم استاد بودند می چنین تعهدی را داشته باشند. این شخص فعالیت یا چیزی به اندازه اطاعت نسبت به کلامش اهمیت نداشت. اینها کسانی بودند که از کلام او می لرزیدند. آنها از خدا می ترسیدند. کسانی که باقی ماندند با دقت شنیده بودند که عیسی به جماعت می برکه صلیب خود را بر ندارد و از عقب من نیاید نمی شاگرد من گردد. زیرا کیس از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و اول ننشیند تا برآورد خرج آن را بکند که آیا قوت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد هر که بیند تمسخر گوید این شخص امارتی شروع کرده نتوانست به انجامش رساند پس همچنین هر یکی از شما که تمام مایملک خود را ترک نکند نمیتواند شاگرد من شود لغا 14 تا 29 و 33 ایسا به وضوح میگوید که جهت پیروی او اول باید هزینه آن را حساب کنیم. بهایی برای پیروی ایسا وجود دارد و او میزان خاصی را مقرر کرده. بها چیزی کمتر از زندگی ما نیست. شاید بپرسیم من تعلیم یافتم که نجات هدیه رایگان است، هدیه‌ای که شما نمیتوانید آن را کسب کنید. بله، نجات هدیه است که قابل خرید یا کسب کردن نیست. با این وجود شما نمیتوانید آن را در اختیار داشته باشید اگر در عوض تمام زندگیتان را به خاطر آن ندهید. حتی یک هدیه هم باید از گم شدن یا دزدیده شدن محافظت شود عیسی توصیه می کند لیکن هر کتاب آخر صبر کند نجات می آود. قوت صبر کردن در آزادان تصمیم کردن زندگی یافت می شود یک ایماندار حقیقی و یک شاگرد زندگیش را کاملا در اختیار استادش قرار می دهد. شاگردان تا به آخر ثابت قدم هستند. تغییر دین دهندگان و تماشاچیان شاید به فواید و برکات تمایل داشته باشند اما فاقد صبر هستند و تا به آخر دوام نمی آورند عاقبت آنها فروکش خواهند کرد عیسی تکلیف بزرگی داد پس رفته همه امت ها را شاگرد سازید او به ما مأموریت داد تا شاگرد بسازیم نه تغییر دین دهیم افرادی که در روز پنتیکاس باقی ماندند، رویاها، آرزوها، اهداف و موارد مورد بحث خود را به کناری نهادند. این عمل باعث ایجاد جوی شد تا آنها بتوانند یک دل و یک هدف باشند. این اتحادی است که خدا تمایل دارد ما امروز وارد آن شویم. جمعش متعددی جهت اتحاد در شهرهای ما و در میان بعضی رهبران و کلیساها وجود داشته است. ما با هم جمع می شویم و در پی یگانگی هستیم. اما باید به خاطر داشته باشیم که تنها خدا حقیقتا می تواند ما را یکی سازد. در نهایت موارد مورد اختلاف که مخفی شده به سطح می آیند. مگر اینکه ما چیزهای دیگری را به کناری بگذاریم. وقتی انگیزه های مخفی وجود دارد، ارتباطات به صورت ظاهری و سطحی گسترش می پیامد پیامت نیست سطحی و بی سمر است. ما بدون اطاعت نسبت به قلب استاد خود نمی توانیم دارای اتحاد در هدف باشیم. سپس بهرهوری ما بیهودگی است. چرا که اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشند. خدا هنوز در پی کسانی است که از کلام او می‌لرزند در آنجاست که اتحاد حقیقی یافت شود. جلال خداوند مکشوف شد. آنها با یکدیگر در روز پنتیکاس اتحاد حقیقی داشتند. آنها در مسیر نقشه الهی گام بر می داشتند. قلبهای آنان تحت نظم الهی قرار داشت. آماده سازی خدمت یحیی با خدمت عیسی همراه شد و نتیجه آن نظم الهی گشت. نظم الهی در قلبهای افراد انجام شد. مطابق الگوی خدا پس از نظم الهی جلال مکشوف خدا از راه رسید. دوباره آنچه را که در آن روز اتفاق افتاد با هم بخوانیم. که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پرساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش به دیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. اعمال دو دو تا سه تا اندازه جلال خدا بر این 120 زن و مرد آشکار شد توجه کنید که زبانه های آتش بر هر یک قرار گرفت تصاویری را که در کتاب های کانون شادی خود دیده اید فراموش کنید شعله‌های های کوچک آتش که بالای سر هر یک از این شاگردان شعله ور بود خیر همه تعمید یافته و در آتش حضور پرجلال او قوتور شدند البته این جلال کامل و بی پرده خدا نبود برای اینکه هیچ کس آن را ندیده یا نمیتواند در مقابل جلال بی پرده و کامل خدا مقاومت کند اما این تجلی به اندازه کافی قوی بود تا توجه عده بیشماری از یهودیان خدا ترس و صادق را جلب کند که از کشورهای مختلف در اورشلیم اقامت داشتند. در جواب آنها پتروس و انجیل را به آنها موعظه کرد. آن روز سه هزار نفر نجات یافتند و به کلیسا اضافه شدند. آن یک عبادت برنامه ریزی شده نبود و هیچ اعلانی وجود نداشت. در نتیجه و همه خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر می گشت. اما دو چهل و خدا بخشی از جلالش را آشکار کرده بود و مردم در شگفتی حضور و قدرت او قرار داشتند. او به شکلی گسترده ادامه داد. هر روز شادت از رهایی و معجزات عظیم وجود داشت. هیچ تردیدی وجود نداشت که دست عظیم خدا در کار است. مردان و زنان گروه گروه وارد ملکوت می گشتند. کسانی که قبلا زندگی خود را به عیسی داده بودند توسط روح او احیا گشتند. اما همانطور که قبلا دیده ایم اگر خدا جلالش را آشکار سازد و مردم با فقدان ترس بازگردند داوری ویژه‌ای در آنجا خواهد بود در واقع هرچه جلال بزرگتر است داوری نیز بزرگتر و سریعتر خواهد بود فصل بعد به طور تنگاتنگ حادثه مصیبت باری را که اندکی پس از ان مکاشفه جلال خدا اتفاق افتاد بررسی خواهیم کرد